تاریخ چند هزار ساله افغانستان رو تا ابتدای حکومت دورانی ها با هم مرور کردیم و تو این ویدیو میخوایم ادامه تاریخ این کشور کهن رو از زمان حکومت دورانی ها بگیم. اما قبلش لازم نکاتی رو بگم که شما میتونید این یک دقیقه یا یک دقیقه و 15-20 ثانیه آینده رو جلو بزنید و چیزی از محتوا رو از دست ندید. ببینید، ما توی این کانال تصمیم داریم بر اساس منابع مکتوب مطالب رو بیان کنیم و نظرات شخصی خودمون رو سعی میکنیم دخالت ندیم و هر جایی که نظر شخصی خودمون رو بگیم حتما اعلام میکنیم که این نظر شخصی ما بوده. حالا گاهی بعضی از دوستان ایراد میگیرن که ای فلان فلان شده، فلان مطلبتون صحیح نیست. خب در پاسخ به این دوستان عزیزم باید بگیم، یعنی بارها گفتیم که لطفاً هر مطلبی که احساس میکنید صحیح نیست یا میتونید از منابع معتبرتری، از منابع بهتری اونو بهمون معرفی کنید، اون منبع رو بهمون بگید تا بتونیم تو ویدیوهای بعدیمون اونو اصلاحش کنیم و ناخواسته مخاطبینمون رو گمراه نکنیم. مثلا درباره کلمه افغان ما گفتیم به تمام افراد داخل افغانستان افغان میگن، که منبع این مطلبمون خود قانون اساسی افغانستانه. ببینید، ما هم قبول داریم که انگلستان و کشورهای استعمارگر بخش‌های زیادی از تاریخ و هویت ما رو تحریف کردن و اسامی خاصی رو جایگزین کردن، ولی تا زمانی که بزرگان و تاریخ دونای ما این نکات رو به چاپ نرسونن قطعاً از یادها خواهند رفت. و همین خاطری که ما این همه تاکید داریم که منابعی که می‌خوایم استفاده کنیم باید مکتوب باشه. اما حالا اگه منابع مکتوب رو اشتباه انتخاب کرده باشیم، از شما مخاطب عزیز منبع معتبرتری رو سراغ داری، لطفاً توی کامنت ها به همون بگو تا بتونیم در کنار هم رشد کنیم و اشتباهات کمتری داشته باشیم. مثلا درباره میر غلام محمد قبار، نویسنده کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، صحبت های گفته شده که اگه صحیح باشن اعتبار این کتاب رو کمتر میکنه. اما با این وجود اگه کتاب معتبرتری سراغ دارید لطفاً اونو معرفی کنید. خب فکر کنم دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، بهتره بریم سر وقت اصل موضوع، یعنی تاریخ افغانستان، یا به عبارتی ادامه تاریخ افغانستان رو با هم بررسی کنیم. پس با ما همراه باشید. سلام، من حمید هستم و ممنونم از اینکه کانال ما رو برای تماشا کردن انتخاب کردید. ما تو کانالمون بیشتر به موضوعات تاریخی میپردازیم، پس اگه این موضوعات واسه تون جذابه، میتونید اگه خوشتون اومد از ویدیوها میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید. وقتی نادرشاه کشته میشه، لشکر افغانی ها که شامل بر 4000 قلجایی و 12000 ابدالی و ازبک بودن، با تصمیم رهبرای اونا یعنی نور محمد خان قلجایی و احمد خان ابدالی به سمت قندهار حرکت میکنن و پیشنهاد برگزاری جرگی رو برای تعیین پادشاه افغانستان میدن، چون با مرگ نادرشاه حکومت افشاریان ضعیف شده بود و بابریان هند هم ضعیف شده بودن و توان دخالت توی افغانستان رو نداشتن و حتی توی ماوراءالنهر و خوارزم هم حکومت خاندان جنیدی رو به انحطاط بود و این بهترین فرصت برای استقلال افغانستان از حکومت‌های همسایه بود. لوی جرگی که در قلعه نظامی نادرآباد برگزار شده بود تا 9 روز به نتیجه ای نرسید، چون هر قومی خواهان قدرت بود و بقیه اقوام هم مخالفت می‌کردند. در نهایت در روز 9 صابرشاه رو انتخاب کردند تا هر کسی رو که اون انتخاب کنه به عنوان پادشاه قبولش کنن. صابرشاه یک روحانی صوفی بود که اهل هیچ کدوم از قبایل و حتی از خود قندهار هم نبود، بلکه اهل کابل بود، اما همه توی قندهار به اون ارادت و اعتماد خاصی داشتن. صابرشاه احمد ابدالی رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنه و در عوض تاج شاهی یه خوشه گندم به کلاه اون نصب میکنه و اینجوری احمد خان ابدالی تبدیل به احمد شاه میشه. بعد از پادشاه شدن از لقب در دورانی که از صابرشاه گرفته بود استفاده میکنه و حکومت دورانی ها رو تأسیس میکنه. احمدشاه دولت مقتدر و متمرکزی رو تشکیل داد که با تجزیه طلبی ملوک و طوایفی مقابله کرد و در همون اوایل پادشاهی احمدشاه دچار مشکل مالی برای اداره امور کشور شده بود که کاروان مالیات هند به دربار نادرشاه از ولایت قندهار عبور میکرد که احمدشاه با استفاده از این کاروان تونست به سپاه و دولتش نظم ببخشه.
احمدشاه هرات، کابل، مشهد، نیشابور، کشمیر، پنجاب، ملتان و سند رو به خاک خودش اضافه میکنه. اون در سال 1767 با آخرین پادشاه سلسله جنیدی بخارا قراردادی میبنده که طبق اون رود آمودریا مرز بین بخارا و افغانستان میشه. در نهایت احمدشاه به دلیل بیماری در سال 1773 در 50 سالگی میمیره و اونو در قندهار دفن میکنن. امیدوارم تا اینجای ویدیو واسه تون جالب بوده و ازش لذت برده باشین. اگه اینجوریه خوشحال میشم اونو لایکش کنید و با این کار به همون انرژی بدید. بعد از احمدشاه پسر اون تیمورشاه به مدت 20 سال پادشاه افغانستان میشه و همزمان با اون در همین سالها انقلاب کبیر فرانسه رخ میده که تحول بزرگی در دنیا محسوب میشده. در زمان 20 سال سلطنت تیمورشاه علی‌رغم وجود ملوک و طوایفی و فئودال‌های بزرگ، دولت مرکزی همچنان مقتدر بود و در سرتاسر دولت آزادی مذهبی وجود داشت. بعد از مرگ تیمور، زمانشاه پسر اون پادشاه میشه که در سال بعد از شاه شدن اون قاجارها هم توی ایران به حکومت میرسن و در دوره آقا محمد خان و فتحعلی شاه به مشهد و هراتی که اون موقع تحت سلطه افغانستان بودن، یعنی حاکمان محلی این شهرها، برای افغانستان مالیات میفرستادن حمله میکنن و در این دوران زمانشاه قصد لشکرکشی به هند رو داشته، ولی انگلستان که در هند نفوذ کرده بود از این قضیه هراسان میشه و به هر کاری دست میزنه تا قدرت زمانشاه رو کم کنه. به همین خاطر داخل کشور با تفرقه شورش‌های رو ترتیب میده و فتحعلی شاه ایران رو هم برای حمله به زمانشاه تشویق میکنه. در اون زمان انگلیس نفوذ زیادی در هند و دربار ایران پیدا کرده بود و تونسته بود خودش رو در منطقه تثبیت کنه. با حمایت انگلیسی‌ها و شورش محمود برادر زمانشاه و همچنین بازی خوردن حکومت قاجاری‌ها از انگلستان، محمود بر زمانشاه پیروز میشه و دولت بزرگ و مقتدر اون رو از بین میبره و افغانستان در سراشیبی انحطاط سیاسی و اقتصادی قرار میگیره و درگیر جنگ‌های داخلی میشه و اون وحدت سیاسی خودش رو از دست میده. دو سال بعد از خلع زمانشاه، ولایت خراسان رسما تحت تسلط قاجارها قرار میگیره و تا پیش از اون هم نوادگان نادر تحت نظارت حکومت دورانی‌ها بر اون مناطق حکومت میکردن، تا بعدها آقا محمد خان قاجار شاهرخ افشار رو از بین میبره و سالها بعد فتحعلی شاه رسما این مناطق رو تحت سلطه قاجارها در میاره. بعد از زمانشاه، شاه محمود و شاه شجاع و همچنین سلطان علی شاه و ایوب شاه و کامران میرزا هم در اواخر از حکومت دورانی ها پادشاه شدن که بعد بخشهایی از افغانستان حکومت کردند. که در این دوران کشور پر از هرج و مرج و آشفتگی شده بود. بعد از اون در سال 1819 برادران فتح خان از طایفه محمدزایی ها که وزیر محمود شاه بودن شورش کردند و حکومت رو از خاندان دورانی ها خارج میکنن و خاندان محمدزایی از طایفه بارکزایی ها قدرت رو در دست میگیرن. البته خود برادرها هم با هم درگیری هایی داشتن و تو همین آشفتگی هم دولت سیک ها به رهبری رنجیت سینگ در پنجاب، کم کم پیشاور، کشمیر، دیر قاضی و ملتان رو تصرف میکنه و حکام محلی سند و بلوچستان هم استقلال محلی خودشون رو حفظ میکنن و عملا دوباره اون قدرت مرکزی جای خودش رو به حکومت های محلی و قومی دادن. برادران محمدزایی در داخل جنگ‌های زیادی برای تصاحب قدرت داشتند که این باعث هرچه ضعیف‌تر شدن دولت مرکزی می‌شد. در نهایت دوست محمد خان در سال 1824 قدرت رو در دست می‌گیره تا در سال 1839 انگلیسی‌ها با لشکری وارد افغانستان شدند و دوست محمد خان رو شکست می‌دن و شاه شجاع دورانی رو بعد از 30 سال دوباره حاکم می‌کنند. شاهی که برای گرفتن قدرت امتیازات زیادی رو به انگلیسی ها داده بود، اما اشغال کشور توسط مردم قابل تحمل نبود و شورش های زیادی علیه انگلیسی ها انجام شد، تا اینکه در سال 1842 انقلابی های افغان ارتش انگلیس رو در بین راه جلال آباد و کابل از بین میبرند و شکست سنگینی رو برای انگلیس رقم میزنند.
مردم افغانستان بعد از روندن انگلیسی ها از کشور، زمینه تشکیل یک دولت مرکزی، وحدت سیاسی، تأمین استقلال و برگردوندن خاکهای از دست رفته افغانستان رو داشتن. مخصوصا با مرگ رنجیت سینگ، دولت متزلزل پنجاب از حفظ ولایت شرقی افغانستان عاجز شده بود. اما استفاده از چنین زمینه‌ای کار یک دولت آگاه و فعال بود. اما بعد از انقلاب و کشته شدن در درگیری‌های سال 1742، دوست محمد خان، بنیادگذار حکومت بارکزایی‌ها، با حمایت انگلیس دوباره به کشور برمی‌گردد و امیر افغانستان لقب می‌گیرد. در این دوران مهمترین خدمت اون تأمین وحدت سیاسی کشور بود. اما از لحاظ اقتصاد و تجارت و همچنین حکومت یک برگشت رو به عقب محسوب می‌شد. در این دوران دو عهدنامه دوستی با انگلیس یا کمپانی هند شرقی می‌بنده و به اونها اجازه دخالت در امور داخلی افغانستان رو میده. در همین دوران هم ناصرالدین شاه قاجار برای گرفتن هرات دوباره اقدام میکنه، اما انگلستان این بار با حمایت از دوست محمد خان ایران رو مجبور به ترک محاصره هرات میکنه و در نهایت با پیمان معاهده پاریس در سال 1857 ایران به طور رسمی از ادعای خودش برای هرات دست برمیداره و کشور افغانستان رو به رسمیت میشناسه. این همون پیمان نامه‌ایه که ایرانی ها میگن طبق اون افغانستان از ایران جدا شده. در حالی که دیدیم از زمان دورانی ها و بعد از مرگ نادرشاه افشار در افغانستان حکومت های مستقلی وجود داشته و اونا تحت نفوذ ایران یا بهتر بگیم تحت نفوذ شاهان قاجاری نبودند. خلاصه با امضای این معاهده ایران به طور رسمی کشور افغانستان رو به رسمیت میشناسه و همچنین هرات رو هم بخشی از خاک افغانستان میدونه. افغانستان در دوره تسلط برادران محمدزایی یا خاندان بارکزایی تا دوره شیرعلی خان با اداره ملوک و طوایفی خاندانی در مدت بیش از نیم قرن درگیر جنگ‌های زیادی بود و سیاست استعماری انگلیس هم با حمایت از فئودال‌ها و شاهزاده‌های مختلف جلوی اتحاد و قدرت گرفتن دولت مرکزی رو می‌گرفت. شیرعلی خان در سال 1863 جانشین پدر میشه و عمده دوران حکومتش رو به حل مشکلات داخلی میگذرونه و در اواخر دوره روابط اون با انگلیس رو به سردی میره و مقدمات دومین جنگ انگلستان و افغانستان فراهم میشه. بعد از مرگ اون، محمد یعقوب خان در سال 1879 به حکومت میرسه. امیر محمد یعقوب خان معاهده گندمک رو با انگلیسی ها میبنده که قسمتی از اراضی افغانستان رو به هند واگذار میکنه و دست انگلیس رو هم در افغانستان باز میذاره. ولی مردم شروع به مخالفت میکنن و اینجوری دومین جنگ انگلستان و افغانستان شروع میشه که طی اون انگلیسی ها کابل رو تصرف میکنن و عبدالرحمن خان رو به حکومت میرسونن. اما اون چه سیاستمدارای انگلیسی فهمیده بودن این بود که شکست نظامی افغانستان و اشغال اون امکان پذیره، ولی آروم کردن و کنترل اون بعد از اشغال خیلی خیلی مشکله. به خاطر همین دنبال کسی بودن که هم توانایی اداره کشور رو داشته باشه و هم رابطه خوبی رو با انگلیسی ها بتونه برقرار کنه. عبدالرحمن خان بعد از به حکومت رسیدن، رهبران جهاد و شورش مردم در مقابل انگلستان رو به بهانه‌های حبس، اعدام و یا تبعید می‌کنه. اون از پادشاهان مستبد و مقتدر افغانستان بود که با این روش تا حدودی موفق به اداره کشور میشه. مرزهای فعلی افغانستان در دوره حکومت اون شکل می‌گیرن و معروف‌ترین قرارداد مرزی افغانستان به نام قرارداد دوراند در سال 1893 بین حکومت انگلیسی هند و افغانستان بسته میشه. تا زمانی که انگلیس در هند حضور داشت، افغانستان نسبت به اون سوی خط دوراند ادعایی نداشت. اما بعد از خروج انگلیس‌ها در سال 1947 افغانستان مدعی شد پیشاور متعلق به افغانستانه که امروزه در خاک پاکستان قرار داره. اما در رابطه با استعمار انگلیس بیاید یک جمله از عبدالرحمن خان رو با هم مرور کنیم. اون میگه اگر انگلیس به فسانه و فسون و زرپاشی در بین ملت اسلام نفاق نمی انداخت، چگونه می توانست ممالک اسلامی کشور هند را گرفته، از نهر سند که سرحدات ذاتی افغانستان است پیش آمده
پیشاور و دیرجات و سند را بگیرد و اراضی افغانستان را با دولت افغانستان تقسیم نماید. بعد از مرگ عبدالرحمن خان، پسر اون یعنی حبیب الله خان در سال 1901 جانشین اون میشه. امیر حبیب الله خان بعد از مرگ پدر، کشوری خاموش و سپاهی قوی رو تحویل میگیره. اون در حکومت 18 ساله خودش بیشتر طرف انگلیسی ها رو میگیره و زمانی که علما فتوای جهاد علیه استعمار انگلیس رو صادر میکنن و هیجانی در مردم پدید میاد، با این کار مخالفت میکنه و از انگلیسی ها حمایت میکنه. در اواخر حکومت برخوردها با انگلیس و دعواهای داخلی بیشتر میشه و در نهایت در سال 1919 امیر حبیب الله خان ترور میشه و امان الله خان پسر اون جانشین اون میشه. امان الله خان حکومت خودش رو با اعلام استقلال افغانستان شروع میکنه و در نهایت طی یک عهدنامه انگلستان در 1919 استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه و افغانستان هم در عوض ادعای خودش رو بر سرزمین‌های اون سمت مرز دوران صرف نظر می‌کنه. امیر امان الله خان هم مثل بقیه حاکمان افغانستان لقب امیر داشته، اما بعد از مدتی لقب شاه رو برای خودش انتخاب می‌کنه و میشه شاه امان الله خان. شاه امان الله به دنبال اصلاحاتی هم در افغانستان بوده که بعضی از این اصلاحات مغایر با آداب و رسوم اجتماعی افغانستان بود که مخالفت علما و روحانیون و همچنین مردم رو در پی داشت که این امر باعث شکست این اصلاحات در افغانستان میشه. با سقوط دولت امان الله خان، حبیب الله کلکانی معروف به بچه سقا 9 ماه حکومت رو در دست میگیره، ولی خیلی زود محمد نادرشاه جانشین اون میشه تا در نهایت در سال 1933 محمد نادرشاه هم ترور میشه و حکومت محمد ظاهر شاه 19 ساله پسر اون بر افغانستان شروع میشه. محمد ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان بود که 40 سال بر این کشور حکومت میکنه، که البته تا سالها عملا عموهای اون حکومت میکردن، ولی در نهایت خودش قدرت رو در دست میگیره. دوره فرمان روایی اون نسبتاً دوره آرامش بود و افغانستان درگیر جنگ‌های زیادی نبود و در جنگ جهانی دوم هم اعلام بیطرفی می‌کنه. ظاهر شد در سال 1964 قانون اساسی جدید کشور رو منتشر می‌کنه. ولی در نهایت در کودتای 1973 توسط داوود خان سلطنتش برچیده میشه و آخرین پادشاه افغانستان لقب می‌گیره. در این فرصت که برای اولین بار در این کشور زیبای شما قدم میگذارم، مسرت دارم که بهترین تمنیات خودم و مردم افغانستان را به جارت ما به شما و به ملت نجیب عزتین اظهار نمایم. خب برای این قسمت تا همینجا فکر میکنم کافی باشه و ما تو ویدیوی بعدی از تاریخ 1978 یعنی از کودتای 1978 تا تاریخ معاصر رو با هم مرور خواهیم کرد. اما قبل از خداحافظی، به نظر شما نقش انگلستان توی 100 ساله اخیر افغانستان چی بوده؟ آیا کمک کننده بوده یا بیشتر آسیب زننده بوده؟ خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها واسمون بنویسید. و یه بار دیگه تاکید میکنم منبع ما برای بیشتر مطالب بیان شده توی این دوتا ویدیو و همچنین ویدیوهای آینده کتاب افغانستان در مسیر تاریخ نوشته میرغلام محمد قبار هست. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.